تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آغاز سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم. جزء 26. از اول قرآن که شروع کردیم به اینجا رسیدیم، آیه به آیه تلاوت میشه. ما هم هر آیه چند دقیقه، از 4 دقیقه تا 7 دقیقه تقریبا با کم و زیادش، یه تفسیر روان ساده قطره‌ای میگیم طبق معمول. حالا این سوره محمد 38 آیه داره، در مدینه نازل شده. چون آیه دومش اسم مبارک حضرت هست، اسم محمد صلی الله علیه و سلم هست، اسمش شدن سوره محمد صلی الله علیه و سلم. مسائلی تو این سوره هست بیشتر مربوط به جنگ و جهاد و اسارت و آزاد کردن اسیرا و عملکرد منافقین و یه خود کارهای تخریبی که در مدینه داشتن. و یه روایت داریم که اهل بیت فرمودن هر که میخواد حال ما و دشمنانمون رو بفهمه سوره محمد رو بخونه. ائمه اطهار فرمودن هر که میخواد ما در چه شرایطی داریم زندگی میکنیم سوره محمد رو بخونه. روایتش در تفسیر مجموع البیان. خب وارد سوره بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. به نام خداوند بخشنده مهربان. به نام او، چون من محدودم او بی حد، معاجزم او قادر، مجاهلم او علیم، مبی خبرم او آگاه. یک آدم محدود در مقابل انواع خطرهای پیشبینی شده و نشده نیاز داره به اینکه پناهنده بشه، استمداد کنه. به نام او، او رو میشناسم، بهش ایمان دارم، میخوام بهش توکل کنم، بهش عشق میورزم، او من رو میشناسه، دوستم داره، میتونه کمکم کنه و کمکم هم تا حالا کرده و خواهد کرد. بسم الله، الله و همه صفات خدا، از همه صفات خدا کم استمداد میکنه. استمداد من اوغلاییه، چون سرچشمه همه رقم رحمت ها و رحم هاست. اکیت کمک بخوام که سرچشمه همه رقم رحم ها و رحمت هاست، اونه که میتونه به من کمک کنه. الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله اضل اعمالهم. کسانی که کفر ورزیدن، مردم از راه خدا باز داشتن، خدا کاراشون رو تباه میکنه. در بین 114 سوره قرآن 11 سوراش در اولین آیات تهدید و توبیخه. حالا 11 آیه رو بگم، 114 سوره دم 11 آیات از آیه که وارد میشه توبیخ نااهلاست. مثلا سوره انعام میگه ثم الذین کفروا بربهم یعدلون، و آیات اول کفار برای پروردگارشون شریک قائلن. سوره توبه براءت من الله و رسوله، خدا و رسول از کفار بری هستن، بیزارن. سوره احزاب یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الکافرین والمنافقین، ای پیغمبر از کفار و منافقین پیروی نکن. سوره محمد الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، که همین سوره هست میخونیم. سوره ممتحنه یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، دشمن من و دشمن خودتون رو سرپرست قرار ندی. سوره منافقین اذا جاءک المنافقون، وقتی منافقین میان یه چیزی میگن بدون که پوست حرفشون درسته، ولی اینا عقیده ندارن به حرفی که میزنن. میگن تو رسول الله هستی، خدا گواه هست که تو رسول هستی، ولی اینها دروغ میگن. سوره معارض سأل سائل به عذاب واقع. سوره بیانه لم یکن الذین کفروا. سوره فیل الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. سوره کافرون قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون. سوره مسد تبت یدا ابی لهب و تب. از این 14 سوره 11 سورهش بعد از بسم الله در حال برخورد انقلابی با کفاره.
خب اینجا میگه که بعد از بسم الله میگه کسانی که کفر ورزیدن و راه خدا رو از صد دو انسبی دلدا هم میشه معنای کرد به معنای این که از راه خدا اعراض کردن، یعنی خودشون از راه خدا اعراض کردن یا مردم رو از راه خدا باز داشتن، هر دو معنا قابل تفسیر قابل چیزه. خب اول اعمالهم هم دو جور میشه معنی کرد، یا یعنی کار خیر اینها نابود میشه، بالاخره کفار هم گاهی ممکنه رحم کنن، به کسی کمک کنن، وام بدن، انفاق کنن، صدقه بدن، یا اینها، یا اول اعمالهم کاراشون محو میشه، یعنی تلاشایی که میکنن برای محو اسلام محو میشه، یعنی توطئه‌هاشون خونسا میشه، یا به خاطر کفرشون کار خیرشون قبول نمیشه، یا خداوند طرح‌ها و توطئه‌ها اینها رو خونسا میکنه، هر دو قابل هست. حالا چطور خونسا میشه؟ قرآن میفرماد که در آیات دیگه داریم، مثلا یه جو میگه که مثال کار کفار که رمادن اشتدت به هر ریه، مثل خاکستریه که روز تند باد جلو باد باشه، یعنی پود باد باشه. آیاتی داریم حبت میشه اعمالشون، آیاتی داریم که اعمالشون مثل سرابه بقیعتن، مثل آب نماز که آدم تو بیابون فکر کنه آب میره جلو من آب نیست. یعنی در آیات قرآن یه جا گفته اعمال کفار مثل خاکستر است که جلو باد باشه روز طوفانی، یه جا میگه اعمال کفار حبت میشه نابود میشه، یه جا میگه اعمال کفار مثل سرابه آب نماس نه آب. خب از نظر روانشناسی تبلیغات گاهی باید بی مقدمه صحبت کرد. بسم الله الرحمن الرحیم، مرگ نزدیکه، اقترب للناس حسابهم، یعنی همش سخنرانی ها نباید قالبی باشه، گاهی سخنرانی باید هیجانی باشه. ولی ازا داریم که حضرت امیر وسط سخنرانی زد تو گوش خودش، فضرب علی خده، زد تو گوش خودش که من گیر شما افتیدم، شما بی وفا هستید، شما چرا همچین هست. گاهی حضرت امیر نعره میکشید، این ابن تیهان نعره میکشید، فریاد میکشید، کوشن یارانی که ما بتونه حقم بگیرم، یعنی گاهی حضرت امیر تو صورت خودش میزد. در روایات داریم گاهی حضرت رسول صلی الله علیه و سلم چنون با هیجان میرفت منبر که عباش رو زمین کشیده میشد، یعنی با یه هیجانی. یه بار دیگه پیغمبر داریم که نمازش خون به جایی که بعد از نماز مثلا بشینه تعقیب بخونه دعا بخونه، تا گفت السلام علیکم تند رفت در مسجد، این چیزای پاشنه‌های در گرفت، گفت نمیذارم بروید. وقتی حدیث خود که مثلا اگر کسی آبرو کسی رو عزت چنین چنان، یعنی یه جوری حدیث ها رو میخوند که گای تو ذهن ها بمونه، یعنی پاشنه داره میگرفت، یعنی در این شرایط یا عباش به زمین کشیده میشد یا عزت تمیز زد تو گوش خودش، اینها یه چیزای شوکه وارد کردنه. الان در تلویزیون طوریه، گای در تلویزیون مثلا یه کاغذ داره میگه به خبری که همکنون به دست من رسید توجه کنید، یه همه مردم حواسشون جمع میشه چه خبری بوده که وسط اخبار خبر به دستشون رسیده. گاهی وقتا یه شرایط خاص شنونده رو هیجانی میکنه. خب معمولا انحراف میاره، کفر و صد دو، کسی که کفر ورزید و خدا هم میبنده، مثل که قرض میاره، گناه میاره، دود میاره، یعنی از سیگار میره به سمت تریاک، از تریاک میره به سمت مواد دیگه. کفر و صد دو، یعنی کفر باید که یه گناه دیگه مقام کنه. و تلاش کفار ناکام میمونه. خدا یه آیه داریم که میفرماد که من همه کارا اینا رو خونسا میکنم. آیه خونسا زدید کدومه؟ چه آیه میگه تو قرآن خونسا میکنه؟ ان الله موهن و کید، یعنی نقشه ها رو وا میبرم، یعنی آب میکنم، توطئه ها رو خونسا میکنم. خب این تباه کردن اعمالش هم نوعی کیفر الهیست برای کفار، یعنی کسی که حقا میفهمه لجاجت میکنه، یکی از سیریا که خدا بهش میزنه اینه که کاراشو پودر میکنه، هوا میکنه.
راه خدا دشمن داره، دشمنم بیکار نمیشینه. صد و ان سبیل الله، اونا تلاش میکنن، اعمالی انجام میدن، صد میکنن، منتها اعمالشون اول اعمالشون تباه میشه و کارشون هم نابود میشه. اسلام دشمن داره و دشمنم بیکار نمیشینه، منتها خدا قول داده که اگر مسلمان ها هم بجنبن امدادهای غیبی بر مسلمان ها نازل میشه، کفار هی عقب نشینی میکنن، اسلام هی جلو میاد. خب، و السلام علیکم و رحمت الله.